أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپلو گرانو کتن کو تا دے پروگرام کے ہر کلے وایم او زتا سو ڈیرا ڈیرا مننہ کوم ستا سو مودغه پروگراماتو تا خې طریقې سره توجه وکړئ او دغه پروګراماتونه خروغه فایده حاصله کړئ. ان شاء الله تیر شوي پروګراماتونه به هم خروغه فایده اخیستې وي. ګرانو کتونکو، تیر شوي پروګرام کې مخبل ګران کارپوه حجۃ الاسلام والمسلمین ډاکټر حسن مشتبه سره امام زمان علیه الصلاۃ والسلام امامت په باره کې خبرې اترې کولې. زغه مو ته ډېرې ښې طریقې سره خوږو الفاظو سره باز بیان کړی او خو وخت مو سره پېته رسېدی و نمو بیان کولو د امام زمان علیه الصلاۃ والسلام په امامت باندې دلیلونو باندې مخبرې ترې کولې. غواړو د پروګرام کې وړاندې تیر شو او نور هم غنه خروغه فایده حاصله کړو، نور هم خروغ دلیل ورنه زده کړو. ډاکټر صاحب، تاسو ته سلام عرض کوم او خوش آمدید وایم. ډیره مننه جی. ډاکټر صاحب، که څنګه تیر شوي پروګرام کې مو سره وخت پېته رسېدی او مو خبرې د ځکې پاتې شوي چې امام مهدی اخیر زمان علیه الصلاۃ والسلام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بعد کوم غبر دلائل وو نغه باندې مخبرې ترې کولې. سو وخت مو سره پېته رسېدی او نو غواړو دې پروګرام کې تاسو مګرانو کتونکو ته نور دلائل هم پېښ کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم آله طیبین طاهرین المعصومین و اصحابه المنتجبین واللعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. زتا ستا اخپلو گرانو کتن کو تا سلام عرض کوم. علیکم السلام. مو تیرش پروگرام کی دیپ بارے کی باس کول سا آید ایم حسن عسکری علیہ السلام شہادت بعد مو سره د څه دلیلونه موجود دي چې غد امام علیه السلام ولادت باندې دلالت وکړي، چې امام علیه السلام موجود دي دغه وجود باندې دلالت وکړي. مو یو دلیل دغه ذکر کړ چې د امام علیه السلام شهادت ته بعد، یعنی امام حسن عسکری علیه السلام شهادت ته بعد تقریبا څلورم نائب څلورم کس څخه اخیری کس په وفات شه تقریبا اویا کاله زندگی ته دغو کېږي. یعنی څلور نیمان څه د امامیاو او شیعو کتابونو کې ذکر دي څه د دولسم ایمان څلور نیمان وو. دغو هر یوه دوره څه تیریدی نو د دوره مو تقریبا اویاو کالو کې دغه ټوله وفات شولو. بالکل. څه دې ته د غیبتی صغرا نه وي. که چیرې امام علیہ السلام یعنی دولسم امام حضرت مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زندہ نوے دنیا تنوی رغلے، یعنی وہ سفر دنیا تنوی رغلے، نو دی او یو کالو کی دغا مکتب د کوم میشن و دبا مکمل جی ختم شے ختم ہو. بالکل. او خلق و حیرت کی پاتی و او کوم د زندگی کرونا و غب نقیس پاتی و جی. بلکه اصلا اسلام به ورک شوه و اسلام نامه به رو رو ختم شوه. خودی په وجود اغا اسلام بقی پاتیشه و اغا مدشی و مذهب و امامی و مذهب هم بقی پاتیشه. بلکه اگر چه پت و خوبه کی پاتیشه. دی مقصده یه سکه چه ری مزمان اسلام زنده نوی و دغه رهنمایی نوی و دغه هدایت نوی نو دغه کار به حاصلی ده نه.
بل دلیل مو سره د امام حسین علیه السلام امام زمان علیه السلام وجود باندې او دغه پیدوي دو باندې دغه دی څه امام حسن عسکري علیه السلام کله شهید شه نو هغه شهادت بعد په کار دی پس کوم بني عباس دی غو آرام شوی وی دغه زړونه آرام شوی وی او ناست وی څه بس امام حسن عسکري علیه السلام خو شهید شولو اکوم څه پیغمبر علی څه ما دولسم امام به د امام حسین علیه السلام زوریه نه به دنیا ترسید څه یولسم به امام حسین عسکری علیه السلام یو دغه فرزند به امام مهدی علیه السلام قبل دنیا ترسید ده ظلم به ختمی و کلی وقت ویسی امام حسین عسکری علیه السلام امام حسین عسکری علیه السلام یو فرزند رو نیشتن و اران سا پا کار ده ناست به و غا پا باوجود بنی عباس حکم حکیمان و غا اران سرکی نه نستو بلکه ده امام حسن عسکری علیه السلام شهادت بعد ده امام حسن عسکری علیه السلام قربانی بکی ده کسان ولګولو څه د امام حسن عسکری علیه السلام کور کې کومې وینځې دي او په کار دې تاسو خپله نظر کې وساتو څه که چیرې دور غونې حرکت تاسو ولیدی یا ممکن تو څه چا مثلا حمل شتا دی نو موته اطلاع راکو بلکل چونکه د امام حسن علیه السلام شهادت بعد بیا هم غو ویروتو غو سره داسې مشکوک شوی و څه دی کور کې حتما یو بچه یو مشوم یو کس شتا دی سغا زنده دی ویلا د امام حسن عسکری علیه السلام شهادت بعد د امام حسن عسکری علیه السلام کور باندې محافظان یا نگهبان یا چوکیداران یا سپیان و در اول سمانه نلری بلکل بل دلیل سه غم و سرم وجوده غ ده امامانو نه کم حدیثونه دی اصول کفی که الغیب شیخ دوسی که دفاع عن الکافی کتاب دی ده ټولو کې ډیر زیات حدیثونه راغلی دی خود اغزه که زی دوه حدیثونه ذکر کام معتبر حدیثونه دی سندی بالکل صحیح دلالتی هم واضح دی محمد بن مسلم امام صادق علیه السلام نه نقل کی امام صادق علیه السلام ارشاد فرمایید سه این بلغکم عن صاحبکم غیبتون فلا تنکروها ای د ما پیروکارو خپل اصحابو ته یي خپلو شیعو ته یي څه که چیرې تاسو واورېدو ومکتو څه د تاسو امام غیبت څه شی شه ستر شه این بلغکم عن صاحب غیبتون فلا تنکروها نو دغې انکار بیا ونکو څه د مو امام نشتا دی بلکل دې مقصد دا دی څه غه به پیدوي کي او دغه به ډېر ستره غیبت به وي ویلا که چیرې اوسه پورې پیدا نه دی او دیدې بعد هغه پیدا شي بیا هغه غیبت وي دا تاریخ کوم واقعات دي غو سره دا نه خوري د دې تطبیق غه سره صحیح نه دی بلکل پس دې مقصده یې څه هغه پیدا شوی دی دغه طولاني غیبت دی او هغه اوسه پورې زنده دی بلکل بل حدیث کې څه دا هم معتبر حدیث دی اسحاق بن عمار امام صادق علیه السلام نه ده هم حدیث نقل کی غیث للقائم غیبتان احداهما قصیرتون والاخرى طویلتون د مو قائم دپاره دوه غیبت دی یو غیبت صغرا دی قصیره دی یعنی وړوکی غیبت دی والاخرى طویلتون یو طویل و ستر غیبت دی څه غیبت صغرا اونقدر څلورو نیبانو ولا اویا کاله کوم زندگی و زندگی و غیبت صغرا و غیبت صغرا و یعنی 285 یا 255 هجری نوانسا تا 349 هجری پورې صدقه کوم ما دوره دی دی تا غیبت صغرا ای او 249 هجری ته بعد تر اوسه پورې دی تا غیبت کبرا نه ای جی بالکل نو دا حدیثونه او دا کوم شواهد دی د دیوان دلالت کې چې امام علی سلام زنده دی او دغه موجود مود مبارک نه ده د زمکه اسمنو دغه خلق استفاده کی او مستفیز کی کیده جی بالکل لولا الحجه لا صحت الارض باهلها که چیرې حجت نمی نو زمکه به تباشی لذا حجت خداوند تعالی زمکه باندې موجود دی دین علاوه که چیرې دیو حدیثونو نه مو صرف نظر وکوم
نو پیغمبر اکرم دا حدیث اینی تاریکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فا انهما لن یفترقا دا قد وقت پل مزکی جدا کیگی؟ نه نه کچی ری امام حسین عسکری علیہ السلام زمانه نوان سطر او سپوری امام نبی دا پیغمبر اکرم اترت نبی یعنی پیغمبر اکرم نوزو ویلا دا حدیث بیا در ویغ دی بلکل چونکه اترت قرآن جدا شولو بلکل اندسه دی تقریبا دو سوا پینزمی پینزه پنزوسمی هجری نوان سطر او سپوری سو زر و کالون زیاد وقت شولو بلکل یعنی زر کالون زیاد وقت کی گیز قرآن اترت قبل منز کسی شیدی جدا دی بلکل. پس دا حدیث نوزو ویلا دا پیغمبر اکرم والا بیا در ویغ دی حالانکه یو کس هم دی انکار نکیس دا حدیث درویغوی چون اهل سنتو هم دا حدیث ذکر کرده دی اهل تشیع هم خپلو کتابونو که دا غا حدیث طریقی سر ذکر کرده دی مختلف و مقام بند پیغمبر اکرام عرفات مینا مدینه که او اخیری بیماری حالت که دا حدیث ارشاد فرمایه لیده جی بالکل دین علاوه ډاکټر ز بخنه وړم کڅنګ تاسو کلام خرو مګرانو کتن کو تا شروع کړی دی نه وړم تاسو کلام د زیګه کارت کوم وخت د مې رسیدې دی ګرانو کتن کو سیو دامه خلو د مې بعد بیا رسو خپل پروګرام ته او نور هم خرو غفې ده حاصلو ان شاء الله ګرانو کتن کو مسراوسې وی وړې د مې بعد گرانو کتون کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو جی ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه طریقې سره مو ګرانو کتون کو ته ډېر خرو خوږ بیان وکړل خو وړاندې پتیر شو آیا اهل سنت ورونه څه کوم دی غوم امام زمان علیه السلام مو شیعه غونتې منی یعنی کې کڅنګ مو شیعه منی چې امام زمان علیه السلام شته دی او د دنیا ته راغلی دی ورسره به دا سوال زه وکړم دا پوښتنه به وکړو آیا که سنیانو کې مثلا کیدای شي بعض کسان داسې وي څه نه مني او که کوم کسان منی هو دی باندې دا اعتقاد لري څه پیدا شوی دی یا نه جی که مو وګورم زه به یوه مقدمه عرض کوم بیا رسوم د سوال جواب ته هغه مقدمه ده دې څه مو سره که چیرې وکسوم دغه جهان کې درې قسم عقیدې موجودې دي جی یوه عقیده دي شان سره یې څه ټول دینونه هغه باندې متفق دي کوم اسماني دینونه دي بالکل حتی غیر اسمالی دینونو که هم شتادی چقا که متفق دی ایوه اکیده چقا که اسمالی دینون اخپل منز که متفق دی مثلا یهودیان، مسیحیان و مسلمانان قدر ایت خودش شتادی وحده لا شریک دی جی بالکل انبیا و باندی طول معتقیدی سواد مو نبینه مثلا یهودیان موسی علیه السلام پر سور انبیاء دی و باندې اقرار کی بالکل عیسیان حضرت عیسی علیه السلام پر باره کی سور انبیاء دی و باندې اقرار کی او قیامت روز زمان هم اقرار کی بلا مثلا بلا عقیده د ایت غ خاص دی مسلمانان و سره یهودیان و مسیحیان غ نقل لی غادی د پیغمبر اکرم نبوت و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم جی دریم عقیده دیشان سره دی چه غیب خاص مکتب سره خاص دی نور مسلمانان که نور کسان دغه عقیده نلری غده دی چه دولسم حجت امام مهدی علیه السلام دنیا ترغل دی و زنده دی اما اوس که مورسوم ایوه عقیده چه غیب طول دینونو که مشترک دی چه غیب توحید نه علاوه که نبوت نه علاوه که قیامت نه علاوه که نور دینونو که هم غم موجوده دی این اگه دینونو چه غم اسمانی ندی غیر اسمانی دینو ندی غو که هم دغه عقیده موجوده دی غا دیو منجی رتلل دی دیو ده چه کس رتلل دی چه غم دغه دنیا ظلم نه چه کی جی ختمه کی ختمه کی انصاف و عدالت قیم کی یعنی د مهدویت کومه نظریه دی د یوه جهانی نظریه دی د یوه خاص منطقه سره خاص نه دی یوه خاص ملک سره خاص نه دی ټول اسمنی دینونه حتی غیر اسمنی دینونه هم
د دغه نظریې خیلی سه یومونجی ضرورت دی چې غراشي دغه دنیا عدل انصاف نه جی لکه کی وسته خبرې تر څون سه اهل سنت آیا د دې خیلی که قیل نه دی د دې خبرې جواب ما هم دي سره ویرکه سه اهل سنت د دې خیلی سه یو او دولسم امام څه د پیغمبر اکرم نسل نه دی قریشو نه دی جی بالکل غا دغه دنیا ته به رسی دغه دنیا به عدل انصاف نه لکه جی امام یو اهل سنتو خپل منځ کې کچېرې اختلاف دی مهدویت کې غه دوو مسلو کې دی خپل منځ کې اختلاف دی امام زمان علیه السلام په باره کې یو دا دی چې آیا امام زمان علیه السلام پیدا شوی دی یا پیدا نه شوی البته دا هم به عرض وکړم چې ټول اهل سنت نه زه به دا ویم چې مسلمانانو کې دوه ګروهونه دي ټول مسلمانان په دې متفق دي چې امام زمان علیه السلام دولسم امام د پیغمبر اکرم نسل نه قریشو نه راتلونکی دی غه به ځمکه عدل انصاف نه لکه ای بالکل خو مسلمانانو کې بیا دوه ټولې شوې دي یو ټولی دا دی غهیي څه پیدا شوی دی او زنده دی څه دا ټول امامیه شیعه ټول د دین نظریې معتقد دي او ځینې اهل سنت څه هغه تعداد کم دی هغوی څه امام زمان علیه السلام زنده دی او پیدا شوی دی او د امام حسن عسکری علیه السلام فرزند دی اهل سنتو کې ځینې کسان دیشان سره موجود دی څه خو د هغه عقیده لري اما اکثر د اهل سنتو کوم کسان دی علما دی غه انکار کوي څه امام مهدی علیه السلام پیدا شوی او زنده وي جی دویمه مسله څه غه مسلمانانو منځ کې مورد اختلاف دی غدا دی څه ځینې اهل سنتو ټول اهل تشیع غه دی باندې متفق دی ځینې اهل سنتو اهل تشیع ټول امامیه دی باندې متفق دی څه امام زمان علیه السلام امام مهدی علیه السلام غد امام حسین علیه السلام اولاد نه دی د غزوریه نه دی څه په دغه دنیا عدل انصاف نه ډکی او ظهور بکی اما ځینې کسان د اهل سنتو کې دیشان سره دی غیر څه نه د دولسم امام حضرت مهدی علیه السلام دی د دې امام حسن مجتبی د امام حسین علیه السلام ورور دی دغه اولاد نه دی دغه نسل نه دی څه به رسید از مکه به عدل او انصاف نه ډکی اما هغه کسان څه امام مهدی علیه السلام د سید الشهدا امام حسین علیه السلام فرزندانو ده دی دفاع عن اصول الکفی کتاب کی اصول الکفی کتاب کی تقریبا سلو پوری د علم اهل سنت علما سره د کتاب دغه ذکر کړی چې دیو دغه عقیده یې چې امام مهدی علیه السلام د امام حسین علیه السلام فرزندانو نه دی جی بالکل څه دغو سلو کسانو کې هم امام ابو حنیفه پیروکارم شته امام احمد ابن حنبل پیروکارم شته امام مالک پیروکارم شته و امام شفیعی پیروکار هم ورکه شته دی څه خو دغه عقیده دی چې امام مهدی علیه السلام د امام حسین علیه السلام فرزندانو نه به رسید هغې ځمکې کې به عدل او انصاف کوي جی بالکل ډاکټر صاحب که څنګه تاسو ډېر ښه رو ذکر وکړه وړاندې به تیر شو نو تاریخ دانو باندې به خبرې تېرې کړو غام د اهل سنت وړونو والا څه خود څنګه طریقې سره امام زمان علیه الصلاة والسلام اعتراف کړی دی کتابونو کې چې آیا دا پیدا شوی دی یا نه یا زنده دی یا نه جی که چیرې موږ وکړو د اهل سنتو کوم معروف مورخین دي څه غونه څو کتابونه دغه ځای کې ذکر کوم غه کتابونو کې قطعی دلیلونه قایم شوي دي قطعی دلیلونه ذکر شوي دي څه هو کې دغه ذکر راغلی دی څه امام مهدی علیه السلام پیدا شوی دی دنیا ته راغلی دی جی بالکل غونه یو کتاب غه د ذهبي تاریخ اسلام دی څه ذهبي تاریخ الاسلام نسم جلد یو سل دیارلسم صفحه باندې د امام حسن عسکری علیه السلام زندگی په باره کې لیکي د شان سره هیڅ و اما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة الخلف الحجة فولد سنة 58 وقيل سنة 56
ذهبی تاریخ الاسلام کې څه امد امام حسن عسکری علیه السلام کوم فرزند دی څه محمد بن الحسن دی لکه پیغمبر اکرم هم حدیث کې شته څه ما دولسم کوم جنشین دی خلیفه دی غد ما نمی باندې دی د ما نمه دغه نمه دی چونکه پیغمبر اکرم نمه دی محمد صلی الله علیه و آله و سلم دی حدیث کې هم د امام نمه د پیغمبر اکرم نمه سره خستی شوی دی صدی که زهبی چه رفیزه رفیزه اینی شیعه شیعان غا تقیم نیی خلف و حجت نیی چه یلی شویدی چه ده دو ساوه اتم پنزوسم هجری که پیدا شویدی و زنی که علوم مطبی که یلی شوید چه دو ساوه شپگم پنزوسم هجری که پیدا شویده بلکل نو دی کتاب ندغه پته لگیگی چه زهبی دخ کتاب که دغه ذکر کردیدی چه شیعی چه غطا قیم و حجت و خلب نه یه دغه د امام حسن علیه السلام فرزنده و دو ساوه شپیگ پنزوسم یا دو ساوه اتن پنزوسم هجری که دنیا ترقلی جی بلکل رو سیم زندزی که باغنه خوانو موسر وقت بیاد دامی رسیده لیده گرانو کدن کسی با وڑا دام خلو دامی دا بعد بیاره چوخ پل پروگرام تا و انشالله نور هم خروغ افیده حسیلو انشالله گرانو کدن که واس مو وڑا دام خلو دامی دا بعد تاسو پا خدمت که بیا حضیر که گو گرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یو جی ډاکټر صاحب تاسو ډیر خروغ بیان کول مو گرانو کتونکو ته جی مو د یو تاریختان ذکر وکړ څنګه زهبی د تاریخ الاسلام کې محمد بن احمد بن عثمان زهبی تاریخ الاسلام نو نسم جلد کې د حدیثی امام حسن عسکری علیه السلام زندگی حالاتو کې ذکر کړی دویم غا خیرالدین زرکلی دا هم خیرالدین زرکری الاعلام شپیگم جلد اتیا صفحه ماندی ذکر کهی غیی چه محمد ابن الحسن العسکری بن علی الهادی ابو القاسم آخر الائمت الاثن عشر عند الامامیه و هو المعروف عندهم بالمهدی و صاحب زمان و المنتظر و الحجت و صاحب سرداب ولد فی سامرا و مات ابوه و له من العمر نحو خمس سنین ابن خلقان درم کتاب غی ابن خلقان ولی ایسا نخیدین ایسا حوالا ویرکم دادی برات ترجمه وکم غی ایسا محمد بن الحسن قد علی هدی فرزنده او د ابو القاسم چوک دی بیت ابو القاسم قد امامیو دولسم امام دی دا خیرالدین زرکلی خپل کتاب الاعلام که ذکر کی غا قوم منس که معروف دی مهدی سره صاحب زمان سره منتظر سره و حجت سره و صاحب سرداب سمیرا که پیدا شویده جی دغه الاعلام که ذکر کی و دغه پلار وفات شو و دغه عمر سوره و خمسه سینینه نحو خمسه سینینه دغه عمر پینزه کاله و جی پس دینه پته لگیگی سه امام مهدی علیه السلام چه شده زنده ده و کلا امام حسن عسکری علیه السلام شهیدی دون اغا تیم که دغه پینزه کاله عمر و بلکل در این کس ده اهل سنتون اغا ابن خلقان ده غا هم خپل کتاب که ده حدیث ذکر کهی سه اغا وفیات الاعیان معروف کتاب ده و ابنا و ابنا زمان وفیات الاعیان و ابنا و ابنا زمان سلورم جل یو سل شپگم او یام صفحه مانده دیشان سره یه کانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة 55 و200 ولما توفى أبوه وقد سبق ذكره كان عمره 5 سنين واسم أمه خمت وقيل نرجس
بالکل تا ابن خلقان خپل کتاب وفيات الاعيان کې چې د غوي لدات جمعې ورځې منتصف شعبان یعنی 15 شعبان 15 شعبان باندې څه 255 هجری قمری و کله صدغه پلار وفاتیدو او څه بیت وقت سبا کا ذکر وغه په باره کې مو ذکر کړی چې محسن عسکری لسان او چوک و ابن خلقانی بیا یې څه کان عمره 5 سنین د امام زمان لسان عمر غټین کې څه کله د امام حسن عسکری لسان وفات کیدلو جی شهادت باندې رسیدلو 15 کاله و دغه مور منه دغه مور نامه خمت و یې لی شوې دي څه نرجس دی نو دین هم پته لګیږي څه ابن خلقان هم خپل کتاب کې دغه ذکر کړی چې امام علیه السلام څه شی دی دنیا ته راغلی دی. بالکل څلورم د اهل سنت معروف علیم الدین غادي ابن حشر ابن حجر هیثمي څخه هم متقلم دی هم فقیه دی هم مورخ دی څه غد امام یو کوم فکر دی دولسم امام په باره کې غا نقد کوي غد بعد بیا دیشان سره ایڅه حجت امام زمان علیه السلام دا هغه کس دی چې دا سمیرا کې 255 کال کې دنیا ته راغللو پیدا شولو نو دغو تاریخ دانانو د اهل سنت و کوم تاریخ دانانو د معروف څو کسان به ذکر کو دین پته لګیږي چې دولسم امام 255 هجری کې دنیا ته راغلی دی د امام حسن عسکری علیه السلام شهادت ټیم کې 15 کاله عمر و اوس هم زنده دی. جی ډاکټر صاحب زه تاسو مننه کوم وخت مو سره پای ته رسېدو ولدی خو زه اخیره پوښتنه کوم غدا څه د مو اهل شیعه کومرونه دي اهل تشیع څه کوم دي امامیو دي څه نظر د امام علیه الصلاة والسلام په زنده شونې په باره کې څه یا اوسه پورې هم زنده دی یا نه؟ جی امامیو دغه محکمه او متقنه د عقیده دی څه امام علیه السلام دنیا ته راغلی دی او اوس هم زنده دی او د امام حسن عسکری علیه السلام فرزند دی 255 هجری کې دنیا ته راغلی دی او کله څه امام حسن عسکری علیه السلام شهیدی کې غ 268 هجری کې و دی نو یعنی 15 کالو د امام زمان سم په دا وخت نه ونه صدقه شهادت پوری 15 کالو د بعد غت شکیږي شهیدیږي بس دغه ټیم کې د امام علی سلام 15 کالو عمر و او دغه امامت هم 15 کالو د بعد شروع کیږي تر اوسه پورې غا زنده دی اگر چې موږ سن څه د امامیه او کوم علما دي خو مس کوم لک څه زنه مسلو کې اختلاف شته مثلا شیخ مفید او سید مرتضی عالم الهدى یا شیخ دوسی خودی مسئله که ټول و اتفاق دی ټول و دغه اتفاق دی چې امام سلام دنیا ته راغلی دی او اوس هم زنده دی او بقیده مختلف دلیلونه دی باندې قیم کړی دی لکه شیخ دوسی خو ورمن مکمل یو کتاب لیکلی دی الغیبه او بل کتاب کمال الدین و تمام و نعمه جی سه شیخ دوسی دی باندې کتاب لیکلی دی او شیخ مفید خو بقیده اهل سنت و پنیک دی مقام و منزلت لري چې احمد بن علي ابن حجر عسقلاني لسان الميزان 5 جلد کې درې سوه اتم شپېتم صفحې باندې بقیده د شیخ مفید علیه رحمه تعریف و تمجید کړی. جی بالکل ډاکټر صاحب زه تاسو ډېره مننه کوم او ډېره شکریا ادا کوم زه ډېرې ښې طریقې سره خواږو الفاظو سره مو ګرانو کتونکو ته د امام زمان علیه الصلاة والسلام په باره کې ډېر ښه او خوږ بیان وکړلو ان شاء الله مو ګرانو کتونکو نه د امید ساتو چې غوږ نه خروغه فایده اخیستې وي ان شاء الله. ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس مونږ پای ته ورسېدو راتلونکي پروګرام پورې زه تاسو ټول خدای باندې سپارم. الله په امان. لی خمسة اطفی بهم حر الجحیم الحاطمه المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.